برای بررسی بیشتر این موضوع با مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد همراه هستیم. آقای مطهری سلام، وقت شما بخیر. سلام و درود خدمت شما. آقای مطهری، به نظر شما چه موانعی بر سر کمک به زلزله زدگان هرات پس از 6 ماه وجود داره؟ خدمت شما عرض شود، متاسفانه وضعیت زلزله زدگان هرات در صورت که 6 ماه از حادثه میگذره، اما هنوز مردم با مشکلات مواجه هست. یکی از عوامل اصلی که امروز مردم بدون سرپناه مانده در افغانستان کافی نبودن کمک های جهان به افغانستان است. متاسفانه کمک هایی که وارد افغانستان میشه، مخصوصا کمک هایی که برای زلزله‌زدگان هرات تخصص پیدا کرد، این کمک ها کفایت نمی کنه. و از طرف دیگر متاسفانه کمک هایی که برای مردم هرات در نظر گرفته شده، این کمک ها توسط حکومت محلی طالبان در هرات چپاول و غارت میشه. طالبا کمک هایی که به خاطر مردم آسیب دیده هرات در نظر گرفته شده، این کمک ها را در حکومت داریشان مصرف میکنه، این کمک ها را به نیروهای نظامیشان میده، این کمک ها را به عنوان معاش به سربازایشان میده. یکی از موضوعات است و یکی از مشکلات است که کمک ها به مردم نمیرسه. و موضوع بعدی تقسیم ناعادلانه کمک ها است. وقتی کمک ها وارد افغانستان میشه و در هرات میرسه، متاسفانه مؤسساتی که کمک ها را برای آسیب دیدگان میرسانه، متاسفانه پیگیری جدی نمیکنه که آیا کی مستحق است، کی بیشتر صدمه دیده، خانه کی بیشتر خراب شده. یعنی مؤسسات هم در این زمینه مقصر است با حکومت محلی طالبا، که کمک هایی که برای مردم آسیب دیده در نظر گرفته شده، این کمک ها را به صورت قومی، به صورت قبیلوی، به صورت واسطه به این افراد نزدیک خود تقسیم میکنه، که هنوز مردم آسیب دیده هرات بدون خانه مانده. جناب بهنام صاحب، بله، دولت طالبان را تا چه حد مانع ارسال و توزیع کمک های بشر دوستانه میدونید؟ به شرایط کنونی مشکل اساسی و اصلی مردم افغانستان حضور طالبان در افغانستان است. اگر طالب در افغانستان نمی بود که مردم افغانستان با فقر و بیکاری و بدبختی و مشکلات های روزمره که در افغانستان جریان دارد دست پنجه نرم نمی کرد. امروز هم یکی از مشکلات اساسی که در افغانستان وجود داره حضور طالبان در افغانستان است. کمک های جهانی که وارد افغانستان میشه، خب قبلا عرض کردم اول طالبا اینا رو بین افراد خود تقسیم میکنه، و از این گذشته اکثر کشورهای جهان طالبا رو به عنوان گروه توریستی میشناسه. طبعا اونا به افغانستان سفر نمیکنه، به افغانستان کمک نمیکنه، یا کمک کننده های خارجی به افغانستان نمیایه، به خاطر که از جانش خطر داره، از حضور گروه های توریستی حراس داره. جدا از طالب داعش است، دیگه گروه های توریستی امروز در افغانستان وجود داره، حملاتش در افغانستان و دیگه جای انجام میدهد. طالبا مانع اصلی کمک ها در افغانستان است که متاسفانه امروز مردم با این مشکلات روبرو است. و از طرف دیگر خدمت شما عرض شود که گفتم مؤسساتی که امروز در افغانستان فعالیت داره و به نمایندگی از دفتر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهایی که امدادرسان در افغانستان است، این سازمان ها یا این مؤسسات با حکومت محلی طالبا همدستی داره، با همدیگر روابط خوب داره، کمک هایی که اگر به طالبا بتک پا طالبان به نیرویش پخش میکنه، اگر با مؤسسات بتک مؤسسات هم زیر نظر حکومت محلی طالبا است، پس هم کمک ها به طالبا متعلق میشه و به مردم آسیب دیده نمیرسه. بله، آقای مطهری، نقش فعالان اجتماعی و رسانه افغانستان در داخل و خارج کشور را در آگاهی بخشی برای افزایش کمک های بشر دوستانه چگونه ارزیابی میکنید؟ خدمت شما عرض شود فرهنگیان مردم افغانستان، فعالای رسانه‌ایش و حتی گفتم میتونم هنرمندای افغانستان تلاششان در این زمینه کردن، کمکای را از اروپا جمع کردن، کمکای را در داخل افغانستان جمع کردن که برای زلزله‌زدگان هرات برسانه. متاسفانه این کمک ها کفایت نمی کنه. ما و شما گزارش روزا را می بینیم 24,000 خانواده در افغانستان در هرات امروز سرپناه نداره،
این 24 هزار خانواده را نمیتونه که فعالین رسانه‌ای یا هنرمندا به اینا کمک بکنن. یک کمک بسیار هنگفت میخواه، یک کمک جهانی بسیار کلان میخواه که به این مردم رسیدگی بکنه. و از طرف دیگر فعالین رسانه‌ای، فعالین فرهنگی، هنرمندای افغانستان تلاششان کرده، اما متاسفانه کمکایی را که مردم افغانستان به هنرمندا تحویل دادن، کمکایی را که مردم افغانستان به فعالین رسانه‌ای و فعالین فرهنگی تحویل دادن، متاسفانه این کمک هم توسط بعضی از اشخاص در افغانستان چپاول گردیده. ما تنها غارت شدن کمک های جهانی یا کمک های مردمی به افغانستان توسط طالبان نمیبینیم، بلکه کمک ها توسط نهادهایی که به افغانستان وجود داره، حتی نهادهای کمک ها را چور کرده، چپاول کرده، کمک ها را به مردم آسیب دیده نرسانده. امروز هم خواستم بار دیگه از جهان، از دفتر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهایی که در امور افغانستان کار میکنه، در بر مردم افغانستان همکاری داره، کمک میرسانه، خواست ما است که در زمستان پیش رو مردم هرات فراموش نکنه. حالا فصل بهار است، شاید هوا گرم است، مردم نیاز به سرپناه داره، در صد گرمی است، اما اگر فصل زمستان فرا برسه هوا سرد میشه، مردم نمیتونه که بدون سرپناه در هرات زندگی بکنه. خواست ما است که کمکایش به افغانستان افزایش بده، از طرف دیگر مردم افغانستان مخصوصا فعالین فرهنگی و رسانه ای پروسه تلاششان بیشتر بکنه، دادخواهیشان بیشتر بکنه، تا جهان به مردم آسیب دیده هرات توجه بکنه. تشکر. بله، تشکر از همراهیتون. مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد همراه ما بودند.